سوم انسان های ماشینی هست انسان های ماشینی و انسان هایی که برشان برنامه توسط دگرا داده میشه این افراد در حقیقت عقولشان یا عقلشان در چشمایشان هست به مثل ماشین هستند یک ماشین چیزی که برش برنامه داده میشه همو کار میکنه خود ماشین از خود کدام برنامه ارائه کرده نمیتونه خود ماشین کدام ابتکار نداره مثلا یک موتر ساخته شده به اون شکلی که ساخته شده دیزاین شده اونم قسم کار میکنه این انسان ها انسان های ماشینی انسان های هستند که برای زینا برنامه داده میشه و بدون تفکر اینا در صدد رد احادیث پایمه صلی و در صدد رد امی حرزش های حسیل دینی مبراین و قضاوت هایشان استدلال هایشان و حرف هایشان از خودشان نیست ای حرف ها حرف تلویزون ها هست ای حرف ها حرف های کسای دیگه هست که بر زینا دکته میشه بدون از ای که اینا خودشان بر خود تکلیف مطالعه را بتن در صدد رد پیامبرا مخصوصا پیامبر اسلام وقتی که میگیم رد پیامبرا و رد پیامبر رد پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلام و ایمانا که احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلام رد میکنن ای گروپ سیوم گروپ چهارم ای گروپ منافقین مسلمان ما هستن اینا نفاق در قلبشان وجود دارن در حقیقت اینا منافقین هستن اما در لباس اسلام ظاهر میشن در جامعه قصدشان در هر مجلسی که میان و در هر گردماهی که اینا حضور پیدا میکنن قصدشان فقط ذهنیت منفی برای کسایی که در مجلس هستن نسبت به آدیس ما مسلم دادن هستن اینا در هر مجلسی که ظاهر میشن حرفشان فقط ای حدیث قوی هست ای حدیث ضعیف هست امی حرف هایشان هیچ کدام برنامه دیگه ندارن وقتی که در 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 غیاب اینا رو ببینی اینا اصلا هیچ گونه التزام و, و می احکام ندارن حتی نمازی که پنج وقت بالای از اینا فرض هسته همین نمازها رو نمیخوانن اگر مجلس آروسی و رقص با پای پایکوبی باشه اینا از هر کس دیگه در اون مجلس می رقصن. اینا در هر کنسرتی که در اوج شراب هست در اوج منکرات هست در اون مجلس اینا را می بینید که سر کله پیدا می کنن اما وقتی که مجلس مجلس اسلامی هسته اینا نسبت به هر کس دیگه زیاتر راجع به حدیث راجع به قوی بودن حدیث راجع به ضعیف بودن حدیث اینا صحبت میکنن اینا کسایی هستند در حقیقت که منافقین مسلمان ما هستند. در قلبشان نفاق وجود داره فقط در مجالس و معافل مسائل دینی و مذهبی را مطرح می خاص به عنوان ازی که توجه دیگران را جلب کنند که خداوند اینا را هدایت بکنه اگر قابل هدایت نیستن خداوند متعال اینا را از جامعه هر چیزو تر دور بسازه که جوانای ما را لاقل اینا به طرف بیراهی و طرف گمراهی که خودشان رفتین سوق نتن پنجم ای گروپ که حدیث ما مثل سمه رد میکنن مورد نق قرار میتن یا مسخره میکنن این اقلگره ها و فلسفه بافها ها هستن اینا حتی نسبت به و خداوند متعال اعتقاد باور ندارن و هر چیزا بنابر اونمو عقلی که دارن اینا می سنجن. بسیار چیزا را انسان نمیتونه با حقل خود بسنجه حقل یک 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 محدودیت داره چرا خود حقل هم مخلوق هسته در این چارچوکات مادیات میتونه عقل کار بکنه اما از م... از 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 چارچوکات مادیات وقتی که عقل بخوای فراتر ببری خود عقل مثل زیک مثلا یک چیز یک م... یک م... نقطه ب... مر... بالا بالا داره از اونم نقطه دیگه بالا رفتن نمیتونه عقل تا یک قسمت جای میتونه کار بکنه دوباره پس یک حالت دورانی داره پس دور میخوره شما مثلا از مخاطره علما گفتین که راجع به بسیار تصمیم ها انسان باید زیاد فکر نکنه از مو اندازه لازمش چرا که اگر زیاد فکر بکنی عقلت تا یک قسمت جای میره دوباره برعکس کار میکنه تصمیمت ضعیف میسازه تصمیمی که گرفتی مشوره کردی با برادرای مؤمن عملی بکوشه اگر زیاد فکر کردی خاصیت عقل است بنا این فلاسفه ها و عقل ها کسایی هستند که حتی خداوند متعال میخوان اینا ببینن هر ببینن عقیده و باور بکنن و اینا کسایی هستند که نسبت به پیامبر اسلام بسیار بهترامی میکنن و احادیث پیامبر اسلام رد میکنن و کارهای پیامبر اسلام برنامه های پیامبر اسلام مورد نقد و انتقاد قرار میتن اینا کسایی هستند که در راه زلالت و در راه گمراهی هستن و خداوند متعال اینا را نجات نجات به تازی زلالت گمرایی و هدایتشان بکنه گروپ ششم این گروپ گروپ هست که نام زیر ما غربزده ها یا شهوت پرسا ماندیم اینا کسایی هستند که حسیر شهوت خود هستند هر چیزی که مطابق و امو غرایز نفسی خودشان بود قابل قبول هست اگر نبود بر از اینا رد هست هر چیزی که باشه اینا میخواین که دینه مثل موم نرم بسازن و هر چیزی که خودشان خواهش دارن اونم قسم دین باید باشه دین اگر قرار باشه که مطابق خواهش های ما مطابق آرزوهای نفسی ما حیار شوه خو هر کس آرزوهای مختلف داره هر انسان شهوتران آرزوهایش مختلف هسته بنان هر حدیث باید مطابق آرزوهای ازو باشه قرآن مطابق آرزوهای نفسی ازی باشه که قطعا تو نمیتونه باشه خداوند متعال علمش حزلی و ابدی هست خداوند متعال میفهمه که چی به بر نفع انسان هست چی به ضرر انسان هست قانون وضع کرده پیامبر اسلام. شاره از این قانون بوده قانون شرع کرده و احادیث فراوانی وجود داره بنان بر ما قابل قبول هست نظر شخصی وقتی که در قرآن و در 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 سنت پیامبر اسلام الله برابر میشیم نظر شخصی اصلا هیچ جایی نداره که یک نفر بگه ما این نظر شخصی ما هست اگر این قسمی بود خوبتر می بود این کسایی که نظر شخصی خدا با قرآن و با احادیث پیامبر اسلام در در برابر قرآن و حدیث نظر شخصی میتن اینا در حقیقت در راه گمراهی و در راه زلالت هستند اینا غربزده غرب های شهوتران هستند که خداوند مطال اینا را هر چیز زودتر ادایت بکنه و از شهوترانی و از این مرضی که اینا مبتلا هستند اینا را نجات بده هفتم روشن غیر مذهبی هست یک مشکل عمومی که جوامع اسلامی در چند دهه اخیر با او مشکل مواجه بوده دشمنای اسلام نهایت کوشش کردن که روشنفکرای ما را از دین دور بسازن وقتی که یک نفر روشنفکر فکر میشه و ایمانا که تحصیل میکنه تحصیل کرده هسته در هر مسلکی که تحصیل کرده از دین ایچ نمیفهمه خوب نکتایی میزنه خوب جمع جور معلوم میشه اما راجع به دین هیچیز نمیفهمه این کاری هست که دشمن سرش کار کرده اینا با جامعه خود وقتی که تحصیل کرده میشن در در مقامات عالی قرار میگیرن که اینا باید در خدمت اسلام باید باشن از اون موقف اجتماعی که برشان مساعد شده اینا در در رشد اسلام در ترویج اسلام در در سرکوب ساختن فتنه و فساد اینا باید کار بگیرن برعکس اینا چی میکنن نسبت به ارزش های دینی کاملا به تفاوت هستن چون ارتباطشان با ارزش های دینی قطع شده و نسبت به فساد و به نسبت به منکرات هم به تفاوت هستند که اینا روشنفکرای غیر مذهبی هستند که از مکتب های مختلف حتی بسیاریش پیروی میکنن و قلب از اینا مسخه شده اصلا معنویت برشان ارزش نداره قلبشان کاملا تاریک شده و خداوند متعال قلب های اینا را منور بسازه که حتی امی روشن مذهبی بعضا اخوازی سپایم هسته اصلا زیر سوال میبرن